پژوهشگران کشور شبیه‌ساز پرواز ساختند. شبیه‌ساز پرواز که میان اهل فن به سیمیلاتور هم معروفه، در حوزه آموزش به خلبان‌ها در فضای مجازی کارایی ویژه‌ای داره. پیش از ایران 5 کشور دیگر توانایی ساخت این شبیه‌سازها رو داشتند. اینجا دانشگاه تربیت مدرس، مکانی که یک دستاورد جدید علمی و فناوری رونمایی شد. دستگاه شبیه‌ساز پرواز هواپیمای سسنا 172 که با تلاش پژوهشگران این دانشگاه طراحی و ساخته شده. دانشجو کارشناسی ارشد ما در واقع مجری پروژه بود و تعدادی از دانشجویان دیگر دکترا و کارشناسی ارشد رو هم درگیر کرد، یه تیم کار تیمی رو انجام دادن و این دستگاهی است که الان آماده تحویل به صنعت است. در ساخت این شبیه‌ساز که 2 سال زمان برده و از 2 بخش اصلی تشکیل شده، از تازه‌ترین فناوری‌های روز دنیا بهره گرفته شده است. شبیه‌ساز پرواز از 2 بخش نرم‌افزار و سخت‌افزار تشکیل میشه. خود بخش سخت افزار از آلات دقیق پروازی تشکیل میشه و فرامین پروازی، که این آلات دقیق پروازی 60% هزینه یک شبیه‌ساز رو بر عهده میگیره. با ساخت شبیه‌ساز پرواز سسنا 172 این امکان فراهم شد تا با 1/3 قیمت مشابه خارجی این شبیه‌ساز در داخل کشور تولید شود. هزینه هایی که شده بابت اجرای این طرح، اونم در اولین نمونه سازیش، کمتر از 1/3 یک سیمولاتور مشابه خارجی هست. این نشون میده که دانشگاه ما ظرفیت کامل داره، یعنی از همون مسائلی است که ارتباط بین صنعت و دانشگاه، هم نیازهای صنعت مرتفع میشه، هم مجموعه پژوهش‌های ما به سمت مأموریت گرایی و کاربردی شدن میره. با تجاری سازی این محصول علاوه بر تامین نیاز صنعت هوایی کشور، می توان به فکر صادرات آن هم بود. پژوهشگران دانشگاهی کشورمون به عنوان 6th کشور در سطح جهان بعد از آمریکا، آلمان، فرانسه، ژاپن و هلند و به عنوان اولین کشور در سطح منطقه موفق به طراحی و ساخت آلات پروازی شبیه‌سازی پروازی شدند. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.